استاد محمود میخواستم از شما بپرسم اگر کمیسیون مستقل انتخابات همانطوری که استاد مسعود روی از او اشاره داشت که باید روی چند فاکتور عمده را که استاد مسعود اشاره کرد اگر تمامی کارا را قبل از اینکه انتخابات آغازگر شوه و یا قبل از اینکه تمامی نامزدان بیان و نام خود از ثبت جدول بسازند به خاطر از اینکه کاندیدا هستند به انتخابات پارلمانی این شرایط مد نظر میگرفت در کل فعلا این واکنش ها از طرف جامعه جهانی و واکنش های داخلی وجود می داشت باید ما در قدم وال می خواهیم یک گپ عرض بکنم اویس که رهبری کمیسیون نسبت به بار قبل فرق کرده به طور مثال ما کمتر می دیدیم که پاسخگو باشه رهبری کمیسیون در دور قبلی بله. اصلا در روند انتخابات بسیاری نفهمیدن که رهبری کمیسیون چی گونه اکچه را داره اما آقای منوی واقعا تانسته که تا اندازه زیاد روند انتخابات تشریح بکنه یا به طور مثال عبدالله احمدزی رئیس دارالانشا یک آدم تخصصی است باور دارم که زیاد تلاش کرده که این بار انتخابات یک مقدار تغییر گذاری بکنه نسبت به بار دیگر اما ببینین روند انتخابات افغانستان طبیعتاً با انتخابات سایر کشورها فرق کرده در هند انتخابات نهادی نشده اونا چندین بار تجربه انتخابات دارن و 2 میلیون نفر در هند عضو بخش اجرایی دفتر انتخاباتشان هستند و اونا میدانند که چگونه در کدام مناطق به کدام شیب برخورد بکنن که از تقلب یا ای که از مشکلات اداری دیگر جلوگیری شود یا به طور مثال ما نمیتونیم انتخابات افغانستان امسان بدانیم با انتخاباتی که در امریکا و در انگلستان و در کشورهای غربی صورت میگیره یا مدلی که در کشورهای شرق دور است طبعا افغانستان یک کشور جنگ زده است یک کشور است که فرهنگ دموکراسی برش نو است و ما باید چندین بار بیفتیم و بخیزیم تا هی که بدانیم که رأی ما واقعا حساب شده و رأی ما به صندوق افتاده که میتونه در ایجاد یک نظام دموکراتیک و پویا تاثیرگذار باشه وقتی که ما بحث انتخابات مطرح میکنیم ببینیم یک مشکل اساسی خود نقض قانون اساسی است مطابق قانون اساسی افغانستان انتخابات پارلمانی صورت نگرفت دلیلش هم بحث امنیت بود گفت ما 6 مبات میتونیم امنیت خوب بسازیم در حالی که وضعیت افغانستان نشان میداد که هر روزی که میگذره تلفات نظامی ها بیشتر میشه بمبارد بیشتر میشه طالبا قدرتمندتر میشه و توقع از این که ما بتانیم در انتخاباتی که به تعویق میفته فضای امن ایجاد بکنیم ضعیف است پس باید در وقتش انتخابات صورت میگیره کمک جامعه جهانی او وقت هم امکان پذیر بود و حال هم امکان پذیر است دوم یک همکاری خالص مخلصانه بر مبنای امنیت ملی کشور میان ارگان‌های امنیتی کشور که شامل وزارت دفاع، پلیس و استخبارات میباشه با کمیسیون انتخابات صورت میگرفت. در حقیقت باید یک نظارت کلی صورت میگرفت تا اماهنگی صورت بگیره که هم در روز انتخابات یا در هفته‌هایی که انتخابات برگزار میشه و تبلیغات صورت میگیره، همیت کامل وجود داشته باشه و قدرت یا مانور مخالفین ضعیف بسازه. دوم هی که از تقلب کاری از کارتسازی جلی از جلب کردن نقش مردم در یک نقطه خاص بر مبنای منافع ملی جلوگیری شود دومی که آگاهی های لازمه باید در سر تا سر افغانستان بر مردم داده می شد که این انتخابات حق از اوناست و اونا می دانند خودشان سرنوشت سیاسی کشور رقم بزنن نهی که چند نفر قدرت اقتصادی به خاطر از اینکه انحصارات در سیاست ایجاد کرده باشن اونا پول مصرف بکنن و در سر انتخابات چند مسجد ایجاد ترمیم بکنن چند سرک قیر بکنن و یک نوع وفاداری موقت ایجاد بکنن که تا اندازه زیاد را نوع نظام یک نظام دیماکوژ و آنفریب میسازن افرادی که خودشان با آنفریبی به قدرت میرسن ما نباید انتظار از این داشته باشیم که اونا به عنوان افراد کارازماتیک و افراد نخبه در تصمیمات پارلمانی نقش مهم اساسی داشته باشن بیشتر شکل کمیشن کار خود داشتن مسئله بعدی استادم زیاد به اونا تکیه کردن من چند مسئله را میخوایم روشن بسازم جامعه ما یک جامعه بی سواد است درست است ما برای افراد ریش سفید افراد زینفوز که اینا در جرگه ها نقش مهم اساسی داشتن اونایی که به عنوان بزرگ منطقه تانستن که یک چهره موفق باشن ما با اونا احترام داریم ریش سفید همیشه در کشور ما نقش مهم اساسی داشته بزرگان همیشه نقش اساسی داشته رؤسای قبایل همیشه نقش اساسی داشته اما با وقتی که وارد مجلس میشیم بحث تخصصی و علمی مطرح میشه بحث مطرح میشه که با او باید افراد سنجیده شده افراد حساب شده افراد منطقی افرادی که در حوزه علمش داشته باشن تجربهش داشته باشن و گپ را که میگه گپ صاحب
قبول باشه. اما متاسفانه ما کسان را در مجلس بار آینده خواد داشتیم که بالای مجلس قبلی شکر خواد کردیم، گراف سواد در اوجا پایین خواد باشه و بیشتر نفوذ اقتصادی بعضی کسان را در اوجا ما ملاحظه خواد کردیم و دولت خدای نخواسته بعضی کسان را بر مبنای سواد دید و یکی خفه نشه وارد مجلس بکنه. شما ببینید در بسیاری از کشورها مردم تشخیص میتن که ما برای اهل فن اهل علم رای بتین که با مجلس بره تا هی که در سرنوشت بعدی ما به عنوان افراد تصمیم گیر تصمیم منطقی بگیره به حال ما مفید باشه. اما ما اگر قصدن رای خود را به کسی میندازیم که به خاطر دادن یک چفر و ما یک روز کمک کرده، ما به حال ملت جفا کردیم. دومی که ما چندین بار گفتیم و حال هم میگم باید در قانون انتخابات قید سواد وجود داشته باشه، به خاطر از این که ما برالاوی از این که افراد صاحب نام با مجلس وارد میکنیم، اونا در پولش اگر تحصیل داشته باشن، کار دوامدار چندین سال در یکی از دفاتر تخصصی داشته باشن، ما بسیار مشکلات خود حل کردیم. وقتی که اونا با مجلس میرن، ما همه میدانیم که آدم شایسته است و گپ را که میگه در تصویب یک قانون کمک میکنه، در تصویب یک پروتکل کمک میکنه و در روابط بین المللی ما مشکل ایجاد نمیکنه. این از جمله مسائل است که باید کمیسیون روی از او بسیار زیاد تلاش میکرد و خود رئیس دولت به عنوان شخص اول سیاسی کشوری مشکلات را درک میکرد. اگر ما بگوییم که دولت از این گپ بیخبر است، دولت کاملا آگاهی داره. جامعه بین المللی اگر ناآگاه است کاملا آگاهی داره. من نمیدانم چی معاملات پشت پرده وجود داره که برای پیچیده شدن اوضاع افغانستان دستهای کار میکنه و ما انتظار داشته باشیم که وضعیت از این که خرابتر میشه. بعضا دولت ها برای این که ضعیف میشن برای این نیست که دشمن زیاد دارن، برای اینکه دوستان خود از دست میتن با مشکلات زیاد مواجه میشن. دولت افغانستان در این مقطع دوستان خود از دست میتن. بخوایم نخوایم امریکا یکی از دوستان استراتژیک افغانستان است. با این بی‌سامانی، با این بی‌ثباتی، با این فساد که وجود داره، دیگه مردم امریکا برای دولت مردان خود یقه نمیتن که پول تکس در یک کشور مصرف بکنن که به توسط چند نفر ایف میل میشه. اگر ما دوست استراتژیک خود از دست بتیم، ما تومه سیاست‌های خارجی کشورهای همسایه میشیم. بسیار خوب استاد مسعود، در قبال از اینکه جامعه جهانی نسبت به انتخابات افغانستان فعلا هم در یک واکنش است و واکنشانشان داده، مردم افغانستان نیز در مجموع یک عکس العمل از خود نشان میدن. به طور مثال ما شاهد تظاهرات دیروز و شاهد بسته شدن شاهرهای کابل مزار چندین ساعت بودیم. از طرف دیگر در ولایت خوست افغانستان نیز بیشتر از 50 نامزد انتخابات پارلمانی جمع شده بودند و گفتند اگر از این تخلفات و تقلبات که صورت گرفته، اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات هم افراد دوباره به پارلمان بفرستند، ما اینا را اجازه گشت و گذار در شهر خوست هم نخواد دادیم و به این گونه که ما اینا را از بین میبریم. پس چی فکر میکنین اگر این نتایج انتخابات هم که فعلا یک چیزش است که در چند روز اعلان میشه و باز کمیسیون وقت دیگه میخواد و بالاخره فعلا هم به شکل از اینکه هیچ معلوم نیست که چی صورت میگیره، خود یک فرصت دیگه به مردم ایجاد نمیکنه که باعث تشویش در روان تمام مردم افغانستان شود و دوم تمام کارا فعلا با رکود مواجه است و همگی منتظر نتیجه انتخابات هستند؟ در ضمن از یا واکنش های جامعه جهانی را زیاد نخواهد ساخت؟ واقعا یکی از روزا در یک سفارت ها دعوت کردیم و سفیر گفتم که وضع جغرافی افغانستان زیاد مغلق است، میخواستم که جغرافی افغانستان رو بشن تشریح کنم. اونا گفتن که سیاست شما زیاد مغلق است، بعد خندیدن گفتن که آدمای شما مغلق است. معنای گپی است که مغلق بودن در افغانستان نوع یک نوع خصوصیت شده، همه چیز ما مغلق است. متوجه باشین که ما در حالت اضطراری قرار نداریم، ما در حالت اضطراری ترین قرار داریم و به خاطر حالت اضطراری قریب ترین قرار داریم که رقابت های منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان به حد قاتلانه است که آدمی هوشیار کار دارد تا ما را از این مابین رقابت بکشه بیرون. ما آدم های هوشیار کار داریم که در حقیقت بتانن پرده های سیاهی که بین دولت افغانستان و قوت های بین‌المللی به وجود اومده بدره و دوباره پرده را روشن کنه و منافع قدرت‌های منطقوی، منافع قدرت‌های بین‌المللی و منافع ملی افغانستان در یک نقطه به نمایش بگذاره تا ما از مزله بیرون برایم. ما در حقیقت بیرون شیم از یک قدرت، از قدرت رایزی یک منبعی که میتونه چنین کار انجام بده قوای مقننه است. ما از این لحاظ شله هستیم که در قوای مقننه نباید بسیار آرام و بسیار ساده گرفت و قانون انتخابات آنچنان ساده گرفت که در حقیقت هر کس بتونه این دروازه را باز کنه و ما از سیاست‌های درای باز استفاده کنیم. سیاست های درای باز در قوای مقننه ما را به فنا میبره
معنا داره که دروازه را چنان سخت باید که گرفت و چنان سخت باید بسته کرد که کسی میخواهد دروازه را باز بکنه بتونه دروازه را باز کنه داخل قوای مخیر نشود. حرف استاد بسیار حرف جالب است که ما باید